ولسوالی جبرسراج از ولسوالی های سنتی افغانستان به شمار می رود. جبرسراج در دامنه های جنوبی هندوکش واقع شده است و 173 کیلومتر مربع مساحت دارد. این ولسوالی از جنوب با ولایت کابل، از غرب با ولسوالی شنواری، از شمال با ولسوالی سالنگ و از شرق با ولایت کاپیسا هم مرز است. ولسوالی جبرسراج دارای 106 قریه خرد و بزرگ می باشد که تعداد آن را یادآوری می کنیم. قلعه پایین گلبهار، میان کوچه، 50 خانه، ده بالای گلبهار، ده نو گلبهار، سبزی خیل، مرزا خیل، لشکر خیل، امید خیل، کوچه پایین و غیره ولسوالی ها می باشد. این ولسوالی توت، انگور، سیب، آلو، آلوبالو و غیره میوه ها می باشد. فابریکه نساجی گلبهار در جبرسراج واقع است. اولین فابریکه نساجی در افغانستان به نام فابریکه نساجی گلبهار در سال 1332 در ولسوالی جبرسراج با سرمایه گذاری عبدالمجید زابولی به کمک آلمان ساخته شد. در آن زمان بیشترین کارگران را این فابریکه داشت که در این فابریکه مشغول کار بودند. محصولات این فابریکه به میلیون‌ها متر نسج شامل فرش، پتو، کمپل، تکه‌ها، لباس، پارچه‌های پشمی، نخی و ابریشمی می‌شد که به بیرون از افغانستان به ویژه به آلمان نیز صادر می‌شد. فابریکه سمنت جبرسراج در سال 1337 با تولید 100 تن در یک شبانه روز تأسیس گردید و در سال 1375 فعالیت مؤثر اقتصادی داشت. بعد از جنگ‌های داخلی در افغانستان فعالیت آن متوقف شد و در سال 1395 خورشیدی دوباره به فعالیت آغاز کرد و اکنون در هر شبانه روز 10 تن تولید دارد. و ناگفتن نباید گذاشت اولین بند برق آبی در سطح کشور بند برق جبرسراج بود که در سال 1290 توسط مهندس‌های انگلیسی طرح‌ریزی شد و در سال 1293 کار آن آغاز و بالاخره در سال 1300 به بهره برداری سپرده شد. We'll be right back.
از شما که افغانانه را تماشا میکنید. این بود معلومات در رابطه به یکی از ولسوالی های زیبای ولایت پروان. تا برنامه آینده، خدا نگهدار همیشه. افغان نار، انعکاس زیبایی های افغانستان.